با درود به بینندگان عزیز تلویزیون ایرانی، در هفته گذشته مهمترین خبری که علاوه بر ایران در گستره جهانی نیز بدان توجه داشتند، مذاکرات نمایندگان جمهوری اسلامی با نمایندگان 5+1 در شهر آلماتی پایتخت قزاقستان. این که هر دور مذاکرات در پایتختی باشد شیوه ایست که جمهوری اسلامی ابداع کرده است و ظاهراً طرفهای گفتگو نیز مانعی در این نمی بینند که برای بهانه را گرفتن زمانی در ترکیه، گاه در عراق و این بار در قزاقستان با نمایندگان جمهوری اسلامی به گفتگو بشینند. هر دو طرف گمان دارند که می توان در چارچوب اصولی با هم به توافق رسید. متأ جمهوری اسلامی این توافق را در استمرار گفتگوها می داند. به معنای دیگر می خواهد وقت بخرد. دیر سالی است که جمهوری اسلامی در این روش دیپلماسی خود موفق بوده است. جامعه بین المللی آمادگی یک جنگ دیگر را ندارد. ایالات متحده بعد از خروج از عراق و خروج نزدیکش از افغانستان دلیلی نمی بیند که بار دیگر به خاورمیانه لشکرکشی کند. اروپایی ها هم که به تنهایی اهل جنگ نیستند. در این میان مسئله اسرائیل هم با انتخابات و اینکه آقای نتانیاهو هنوز معلوم نیست با چه کسی میخواهد به هجله انتخابات برود، خود دلیل دیگری است در اینکه مذاکرات ادامه پیدا کند. آنچه در آلماتی گذشت قابل تأمل است. خانم کاترین اشتون و آقای سعید جلیلی گفتگوهایی داشتند. معاون آقای جلیلی، آقای علی باقری، برادر داماد مقام رهبری جمهوری اسلامی نیست، مذاکراتی در پس پرده با معاون خانم اشتون داشت. در این مذاکرات چه گذشته است طبیعتاً معلوم نیست. آنچه آشکار است جمهوری اسلامی پیشنهاداتی داشته و در مقابل 5+1 نیز پیشنهاداتی داشتند. پیشنهادات جمهوری اسلامی مبنی بر این بوده که غنی‌سازی در فردو را تعطیل کنند، یعنی غنی‌سازی با سانترفیوژ هایی که می تواند اورانیوم غنی شده 20% تولید کند و در مقابل کلیه تحریم ها لغو شد. جامعه بین المللی آماده این گذشت بسیار مهم نیست. در تعامل با جمهوری اسلامی که از ابتدا دروغ گفته است مبنا بر بی‌اعتمادی است. زمانی می توانند اندک تحریم ها را سبکتر کنند که جمهوری اسلامی به تعهدات و التزامات خود پایبندی نشان دهد. کی جمهوری اسلامی پایبند به التزامات بوده که حالا به قول آقای خامنه ای اعتماد کند یا حرفای نمایندگانش را حرفایی صحیح بپندارد؟ آقای علی باقری اصولاً مأموریت دارد هر جا گوشه ای از گفتگوها به توافق منجر می شود بلافاصله با بیت تماس بگیرد، از آقا کسب نظر کند و نتیجه استمزاج خود را در گوش آقای سعید جلیلی زمزمه کند. یک بار در وین در آستانه توافق بودند. آقای جلیلی هم کاملا مطمئن بود که به توافق می رسند. آقای باقری به تهران رفت، گفتند آقا برای استراحت به شمال رفته است. ایشان به قصر پادشاه پیشین ایران رفت که حالا استراحتگاه آقای خامنه‌ای شده و آنجا با رهبر گفتگو کرد و اعلام کرد که هیچ توافقی صورت نگرفته است. هم اکنون نیز به طور قطع رهبر جمهوری اسلامی مجال نخواهد داد توافقی صورت گیرد. در ذهن آقای خامنه‌ای فقط یک هدف وجود دارد: دستیابی به سلاح هسته‌ای. غربی های ساده دل می گویند آقای خامنه ای فتوا داده که استفاده یا تولید سلاح هسته ای مخالف شرع است.
آدمکشی، تجاوز به نوامیس مردم در زندانها، شکنجه، آیا اینها خلاف شرع نیست؟ اینها در جمهوری اسلامی انجام می شود. قطعهای زنجیری با فتوای آیت الله خوشوقت پدر یکی از عروسهای آقای خامنه ای انجام گرفت. بنابراین به این فتواها نباید بها داد و فقط ساده دلان غربی هستند که چون این فتواهایی را باور می کنند. به هر روی مذاکرات اتمی به جایی نرسید، اما هم آقای جلیلی هم خانم اشتون لبخند بر لب داشتند و گوشه و کنار به خبرنگاران گفته شد که مذاکرات به نتایج مثبتی رسیده است. نتیجه گیری من اما این است: مذاکرات به هیچ جا نرسید. دست خالی خالی از آلماتی آمدند تا بار دیگر پایتختی انتخاب شود و دور جدید مذاکرات در آنجا انجام گیرند و آنجا نیز دست خالی بیرون می آیند تا آن روز که در ایران آقای خامنه ای یا یکی دیگر از مقامات اعلام کند به برکت الهی با نظر امام زمان و زیر رهبری و اقتدار مقام معظم توانستیم نخستین بمب اتمی اسلامی را آزمایش کنیم. آنگاه غربی ها خواهند فهمید که فتوای آقای خامنه ای نقیضی هم دارد. تا هفته آینده همه شما را به پروردگار بزرگ می سپارم.